شاید برای شما هم پیش اومده باشد که بعد از اتمام کنترل داستان آن را به خوبی متوجه نشده اید. در این آیتم ما داریم داستان کنترل را موش کافی و تحلیل کنیم. پس با ما همراه باشید. کسی فیدن کیست و چه هدفی دارد؟ اگر شما هم فکر می کنید کنترل حداقل مثل بازی های قبلی رمدی با مقدمه روشن و عادی آغاز می شود، سخت در اشتباه هستید. چرا که همان چند دقیقه ابتدایی بازی به اندازه کافی نامفهوم و عجیب هست در کنترل شما نقش زن جوانی به نام جسی فیدن را بر عهده دارید که در شروع بازی به ساختمان دولتی به نام FPC یا اداره کنترل فدرال قدم میگذارد. تنها و اصلی ترین هدف جسی از ورود به ساختمان FPC که البته با نام The اولدس هاوس یا قدیمی ترین خانه شناخته می شود پیدا کردن برادنش دیلن است. سالها قبلتر زمانی که جسی و برادرش هر دو کودکانی کم و سال بودند دیلن توسط سازمان سی دستگیر شده و به این ساختمان منتقل می شود. در تمام این سالها جسی به دنبال برادرش می گشته تا آنکه در نهایت ساختمان مرکزی آن را در نیویورک پیدا می کند. شاید بپرسید چرا سالها طول کشیده؟ جواب این سال بسیار ساده است اما به همان اندازه عجیب است قدیمیترین خانه از دید عموم پنهان است یعنی افراد عادی قادر به دیدن این ساختمان نیستند. اشیاء قدرت و وقایع جهانی تغییر یافته چی هستند پیش از آن که وارد قسمت های پیچیده تر داستان بشویم باید تکلیف یک نکته را از همین ابتدا مشخص کنیم کنترل در دنیای متفاوت از جهان ما روایت می شود دنیایی که در آن بودهای مختلف و جهانهای موازی به شکلی با هم در ارتباط بوده و روی یکدیگر اثر می گذارند. اداره کنترل فدرال سازمان دولتی و مخفیانه است که مسئولیت بندی، نگهداری و تحقیق روی اشیای قدرت یا Object of Power را بر عهده دارد اشیای قدرت آیتم های روزمره و عادی مانند تلویزیون تلفن رادیو و غیره هستند که به شکلی مرموز از جهان دیگر انرژی گرفته و این شکلی این انرژی را در اختیار کسی قرار می دهند که با آن پیوند بخورد همچنین در بسیاری از ویدیوها و پرونده موجود در بازی به این نکته اشاره می شود که افسانه های محلی و باورهای مردم در شکل گیری این اشیاء قدرت نقش دارند. اولین و پرکاربردترین شی قدرتی که در همان دقایق اول بازی با آن روبرو خواهید شد سلاح خدمت یا سرویس وپن است. این سلاح که بیشتر به موجودی زنده شباهت دارد تنها در دست مدیر سازمان سی عمل می کند و همچنین می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد. بیشتر اشیاء قدرت نیز به طور مستقیم به وقایع جهانی تغییر در ارتباط هستند. نگران نباشید برخلاف اسم عجیبش این وقایع توضیح بسیار ساده ای دارد درست همانطور که در ابتدای ویدیو گفتم در دنیای کنترل گاهی جهان ها و بودهای مختلف در تماس و ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند این ارتباط باعث ایجاد تغییرات و آزاد شدن نیروها در دنیا ها می شود برای مثال فرض کنید برای لحظه ای پورتال بین جهان ما و دنیای موازی دیگر باز می شود این اتفاق روی جهان ما تاثیر میگذارد و چنین رویدادی را به نام AWE نامگذاری می کنند در واقع همین اتفاق در کودکی برای جسی دیلن و مردم شهرشان میافتد پروجکتور و فاجعه شهر اردینری زمانی که جسی و برادرش فیدن کودک بودند به همراه چند بچه دیگر در شهر خودشان یک پروجکتور پیدا می کنند. این پروجکتور یک شی قدرت بوده که بچه ها آن را فعال می کنند. در نتیجه فعال شدن پلی بین شهر آنها و بودی دیگر برقرار و در انتها به ناپدید شدن تمامی بزرگسالان شهر منجر می شود. جسی تمامی اسلاید های پروژکتور به جز یکی از آنها را سوزوند و کمی بعد اف پی سی برای تحقیق روی این فاجعه از راه رسید جسی موفق می شود فرار کند اما برادرش دیلن دستگیر و به خانه قدیمی برده می شود و برای تبدیل شدن به رئیس جدید این سازمان مورد بررسی قرار می گیرد اما باز شدن این پورتال راه را برای ورود موجودی از بود دیگر باز می کند این موجود با جسی پیوند میخورد و به او قدرت را می دهد تا سالها بعد و در زمان حال ساختمان اف سی را پیدا کند خود جسی این موجود را پولاریس نامگذاری می کند و اگر برایتان سوال شده بله این همان کسی است که در طول بازی جسی با او در ذهنش صحبت می کند چه اتفاقی در قدمی ترین خانه می افتد ساختمان مرکزی FPC در نگاه اول همان معماری مرده و خسته کننده اداره های دولتی دیگر را دارد بلوک های بتونی بزرگ نور کم و اتاق های چسبیده به هم اما مشخص است یک جای کار میلنگد هیچ فردی در قسمت پذیرش ساختمان نیست و وقتی خودتان را به دفتر مدیر میرسانید با جنازه بیجان ترنچ مواجه خواهید شد که ظاهرا با سرویس سپن خودکشی کرده است با دیدن کارمندانی شناور در هوا و با جنگیدن و نیروهای امنیتی تسخیر شده به وخامت اوضا پی میبرید نیروی شیطانی به نام هیس کنترل بیشتر بخش های ساختمان را بر گرفته و افرادی که توسط آن تسخیر شدند حالا یا در فضا شناورند یا با شما خواهند جنگید اما جسی نه تنها به لطف پولاریس در برابر تسخیر و قدرت هیس میستد بلکه میتواند مناطق مختلف را هم از کنترل این نیرو خارج کرده و به عبارتی دیگر پاکیزه کند با انجام این کار ظاهرا ساختمان کمی تغییر می کند. شاید درکش سخت باشد اما در اصل قدیمی ترین خانه یک ساختمان عادی نیست بلکه هابی از دنیاهای دیگر به حساب میآید و به نوعی در بند مکان نیست از اینجا به بعد تقریبا تا انتهای بازی بیشتر مراحل به انجام خواسته های شخصیت های دیگر و با مقابله با هیس محدود می شود و در نتیجه هدف اصلی جسی یعنی پیدا کردن برادرش وقفه ای طولانی پیدا می کند. هیس و هدرون در دنیای کنترل هیست و هدرون دو نیروی متضاد هستند که بر سر تصاحب قدیمی ترین خانه می جنگند. اما این دو نیرو دقیقا چی هستند؟ هرچند به طور واضحی مشخص نمی شود اما هدرون و هیست را می توان موجوداتی بین بودی توصیف کرد که از طریق پروژکتور به دنیای بازی راه پیدا کردند. هدرون به نحوی نماد روشنایی و امید در دنیاست در حالی که هیست تاریکی و اسارت را به تصویر می کشد. بنابراین داستان کلی کنترل می توان همان نورد بین خیر و شر دانست که بارها مشابه آن را در آثار دیگر سینمایی و ادبی دیدیم.